سلام، ویدا ساغری هستم. به برنامه آدینه روز زیربنا خوش آمدید. ما طبق معمول در آدینه ها میپردازیم به موضوعات مهم اقتصادی که در هفته که گذشت روی آن گزارش و تحلیل داشتیم. هفته که گذشت جمعه روز وزارت اقتصاد کشور از عدم تمرکز روی سرمایه گذاری در زیربناها شکایت کرد. گزارش را همکارانم پخش خواهند کرد. وزارت اقتصاد میگوید بنابر موجودات برخی مشکلات در حکومت، این وزارت نتوانسته که روی پروژه های زیربنایی متمرکز شود. مسئولان وزارت اقتصاد میگویند هر چند بارها با مسئولان در این مورد گفتگو کردند، اما حرف های آنان جدی گرفتن نشده است. قاطی تصمیم باید ولری، قاطی برخوردو کی او دزمکو د استملاک پروسه هر څومره زر چې کیږي تی شي تر څو موږ وکولی شو خپلې غټې زیربنایي پروژې په خپل وخت و زمان باندې تکمیل کو. اما فکر کوم اوس هم دا مشکل تر یو حده پاتې ده. به گفته مقام های وزارت اقتصاد، اگر روی پروژه های زیربنایی کار صورت می گرفت، معضله بیکاری به این اندازه گسترده نمی بود و عواید دولت هم وضع بهتری می داشت. شماره از اعضای مجلس نمایندگان نیز جامعه جهانی را انتقاد می کنند و می گویند در زمینه پروژه های زیربنایی کار نکردند. در فساد اداری و دزدی و بی‌انصافی نظام ما شک نیست، اما گلمندیم از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها است که جامعه خود ساختن و طرز ساختنش هم میفهمند. در قضیه افغانستان چشم پوشی میکنن، تسامح میکنن، خود به غفلت و یا مثلا به بیخبری میزنن در قضیه. آگاهان اقتصادی میگویند در 13 سال گذشته دولت و جامعه جهانی افغانستان را کشور مصرفی حفظ کردند و در مورد اینکه به کشور تولیدی مبدل شود توجه صورت نگرفته است. آنان میگوید اکنون امیدوارند که حکومت جدید برای تولیدی شدن اقتصاد کشور تلاش جدی کند. این وزارتخانه میگوید که اگر دولت بتواند کار استملاک زمین ها را تمام کند، میشود روی سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی کار آغاز کرد. روز شنبه در مجلس بزرگ از توشیح قانون معادن توسط رئیس جمهور استقبال شد. این قانون در 20 فصل و 117 ماده نافذ شد که امیدواری بیشتر سرمایه گذاری و جذب سرمایه ها به سمت خودکفایی را به وجود آورده است. و باز هم گزارشی داریم پیرامون این موضوع. قانون معادن جنجالی ترین قانونی که تا 2 سال پشت دروازه مجلس نمایندگان انتظار تصویب را می کشید. اما بالاخره این قانون در 20 فصل و 117 ماده از سوی مجلس نمایندگان تصویب و برای توشیح به کاخ ریاست جمهوری فرستاده شد و این قانون 18 اسد از سوی رئیس جمهور توشیح شد. وزیر معادن و پترولیم میگوید مواردی که در این قانون گنجانیده شده است برای جذب سرمایه گذاری ها و خودکفایی اقتصادی در افغانستان کمک خواهد کرد. وزارت معادن و پترولیم تلاش کردند که یک قانون همه جانبه و جوابگوی سرمایه گذاری امروزی دنیا باشد و جهانی امروز را جوابگویش باشد. در همین حال وزیر اقتصاد میگوید برای خودکفایی اقتصادی نیاز به مدیریت سالم و قوی است. تا زمانی که در پالوی قانون یک مدیریت سالم هم که خواسته های مردم و ملت افغانستان است، آنچنانی که خواسته فرد از این ملت است در نظر نگیره، ما با وجود داشتن معادن هم نمیتونیم به او حالت شکوفایی و یا خودکفایی اقتصادی برسیم. از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس نمایندگان از عدم تطبیق قانون جدید معادن نگرانند. برای تطبیق از این قانون و برای اجرایی کردن از این قانون تعهدی از اون مردم افغانستان نیاز داره. تا زمانی که ما این قانون اراده نکنه دولت افغانستان که تطبیقش میکنیم و از سرمایه گذاران داخلی و بین المللی تقاضای زیاد برای سرمایه گذاری آماده شوند و مسئولیت هایی کمگونه ای که در این قانون در نظر گرفته شده همه با سرمایه گذاران شریک ساخته شوند.
و باور آگاهان اقتصادی برای شفافیت تطبیق قانون جدید معادن، تمامی شهروندان کشور باید از معادن و چگونگی استخراج و عایدات آن آگاهی داشته باشند. دوشنبه نیز در ولسوالی نمک آب ولایت تخار از بودجه بانک جهانی به ارزش 245 میلیون دلار سرک به طول 19 کیلومتر و عرض 6 متر افتتاح و سمت ساخت و ساز رفت. و باز هم گزارش پیرامین این موضوع داریم که به وسیله همکاران به دست نشر سپرده می شود. ولسوال نمک آب ولایت تخار در مراسم آغاز کار این پروژه گفت کار اسفالت و قرریزی به طول 19.2 کیلومتر سرک و عرض 6 متر به هزینه بیش از 245 میلیون افغانی می باشد که از بودجه انکشافی بانک جهانی پرداخته می شود. این برنامه به همکاری برنامه راستازی روستایی وزارت فواید عامه و شرکت ساختمانی صالح اعجاز تطبیق می گردد. ولسوال این ولسوالی می گوید که میاد ختم این پروژه حدود یک سال تعیین شده است که قرار است با ختم کار این پروژه تسهیلات لازم ترانسپورت برای حدود 30,000 تن از باشنده های ولسوالی نمکاب و مناطق نهر سعید، نهر چمن و آب شور نیز فراهم گردد. تقریبا در حدود 13 کیلومتری از این روز ما شاهد افتتاح بودیم و فیزی که در دو فیز است که مربوط به همین شرکت است و قیمت مجموعی از این به هزینه 245 میلیون بیشتر از 245 میلیون است. مسئولان محلی تخار میگویند که در کنار این سرک حدود 30 پایه پل و پلچک به سایزهای مختلف نیز از سوی این شرکت اعمار می شود و این پروژه در دو بخش تطبیق می شود که قسمت نخستی آن 13 کیلومتر و متبقی آن نیز هفته آینده آغاز خواهد شد. به گفته مسئولان ولسوالی نمکاب در این ولسوالی حدود 11 معدن نمک وجود دارد که با قرریزی این سرک زمینه های استخراج این معادن نیز فراهم خواهد شد و همه ساله بر افزایش عواید داخلی دولت نیز افزوده خواهند شد. سه‌شنبه انتخابات جنجالی تأثیر منفی در همه ابعاد اقتصادی کشور داشته است. مخصوصاً وزارت مالیه از کاهش بودجه عادی گزارش می‌کند. پیرامون موضوع گزارشمان را پخش می‌کنیم. طویل شدن روند انتخابات تأثیر منفی بر بودجه عادی دولت گذاشته است. مسئولان وزارت مالیه میگویند افغانستان کشور است که عوایدش اندک و مصارفش زیاد است. با گفته سخنگوی وزارت مالیه کار برخی پروژه های زیربنایی ملی به تعویق افتاده است تا مشکلات مالی بیشتر نشود. به انکشافی برخی که هر پروژه چه منگ ویلی شو در برخ بندونو لکه در شعروس و مچلوو چه پا پکتیا ولید کدی دغه بندونو د برق چې دا ډیرو پیسو ته ضرورت لري. ډیر لوی لوی پروژې دي چې تر 50 تر 100 کلونو پورې باید په دې پروژو باندې کار وشي. نو فلحال چې موږ د مالی ستونزې لرو او یو څه چیلنجونو سره موږ مخامخ یستو، نو موږ دا تصمیم ونیو چې دغه مصارف فلحال یعنی موقتی ډول باندې موږ وزنډو. وای ابراز امیدواری می کند که اگر روند انتخابات در زمان کوتاه پایان یابد، سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری تشویق شوند و مشکلات مالی کاهش یابد. نوزه فکر کنم چه دغه ستونزی چه اوس سر من اوس محل من سر لاس و گریوانی هستو دا بتر دیر برید پوری حل شی. یو زل بیا زمونگ اقتصاد حرکت پیدا کی سری تر بشی او لدی سر پانگاچوانه با افغانستان کی زیاده شی. د معدنو په برخه کې به موږ راتلونکو کلونو کې لوی لوی پروژې ولرو. طویل شدن روند انتخابات مشکلات مالی زیاد را به بار آورده و مردم با چالش های جدی روبرو شده اند. چهارشنبه نبات دانه سویا بزرگترین منبع پروتئین در کنار و همردیف گوشت افزایش در محصول و بهتری در کیفیت را نشان می دهد. وزارت زراعت جلسه تجلیل از دهمین سالگرد این گیاه را یادآور شد که محصول سویا مانند سویا در بقیه کشورها از نگاه کیفیت مخصوصا پروتئین استاندارد شده است. با گزارش توجه فرمایید.
مسئولان وزارت زراعت میگویند در 21 ولایت کشور نبات سویابین کشت می شود. به گفته مسئولان نبات سویابین در افغانستان با معیارهای جهان تفاوت ندارد. وزارت زراعت و مالداری میگوید تا سال 2024 تولید سویابین به 21,000 تن افزایش داده می شود. سویابین نباتی است که 40% پروتئین دارد و برای مبارزه با سوی تغذیه مؤثر است. خوشبختانه که وزارت زراعت با توجه از این امر شد و ما وقت میتونیم یک نوره ترویج کنیم به یقین که بعد از نتایج تحقیق برای و او سازگار با محیط می باشه و سازگار به نفع کشور و به نفع و انکشاف زراعت می باشه. ما باعث یک از اعضای کابینه افغانستان و چون سکتور زراعت و انکشاف دیات است یک سکتور مشترک در این زمان که ما و وزارت زراعت مشترک کار میکنیم فعالیت های ما ممد و متمیه که دیگه است ما توصیه از اینا را تایید میکنیم. در همین حال تجاران افغان که در یک بخش سرمایه گذاری کردن میگویند که در چند سال اخیر تولید سویابین افزایش یافته اما مارکت فروش ندارد. زما په نظر شخصی نظر خلاره دغه سویابین قیمت لوړ شي، مثلا دوی یو شکایت هم لري چې موږ کله لوبیا وکړو دغه سویابینو نه هغه موږ د ډېرې پیسې کړو. کشاورزان نیز میگویند حاصلات سویابین در کشور افزایش یافته است. سکاری مې ورکړي دولت اخیستی په 250 افغان او جوار قیمت په 1.5 کالدار وریځه ده په 300 کالدار او دا په 215 افغانۍ ما دا خرڅ کړي اخیستیم دولت هیڅ مشکل هم ندي پیدا سوي. مفاد عمده سویابین که به ما رسیده ای است که اول زمین قوی میسازه و خود زمین نایتروژن تولید میکنه یک و دیگه ای که بسیار مفید است، دارای 40% پروتئین است که ما میتونیم در نانی که در خانه پخته میکنیم در اضافه میکنیم. برای پروسس سویابین با همکاری آمریکا و کوریا فابریکه ایجاد شده است که این نبات پس از پروسس به بازار عرضه شود. خسته نباشید. در برنامه امروز یا آدینه روز برنامه زیربنا از همکارم آقای اسلم حجاب روی یک تحلیل مختصر اقتصادی از هفته که گذشت خواهش کردیم به استودیو تشریف بیارن. آقای حجاب به برنامه خوش آمدید. سلام تاسو ته او د آریانا نیوز قدرمنو لیدونکو ته. ممنون شما. دوستان عزیز، قبل از اینکه به تحلیل آقای حجاب روی هفته‌ای که گذشت بپردازیم یک وقفه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم. با سلام مجدد، ویدا ساغری هستم، در برنامه آدینه روز زیربنا هستید. روی تحلیل اقتصادی هفته‌ای که گذشت با آقای اسلم حجاب همکارم در استودیوی زیربنا هستیم. آقای حجاب، قرار که در جریان هفته گذشته و گزارشات اقتصادی آن هستید، نظر کلی شما از وضع اقتصادی کشور چه روحیه دارد؟ په مجموع کې د افغانستان د اقتصادي حالت د ټاکنو تر سوري لاندې راغلی، حتی د دغه ټاکنو د پروسی اوږدېدلو ډېرې لوی ننګونې رامخته کړي، خصوصا د افغانستان د اقتصادي نظام په وړاندې. په تیره اونۍ کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یو راپورټ مو درلوده، حتی د مالیې وزارت وویل که چیرې دغه پروسه نوره اوږده سي موږ د مامورینو د ماشونو د ورکړې توان نه لرو، یعنی البته په دو میاشتو پورې ورته وخت ټاکلی ده. تر څنګ یې د مالیې وزارت وویل چې موږ زیربنایي او بنسټیزې پروژې موږ دا چې د مالی له اړخه له کومې ستونزو سره مخامخ نه سو مخکې له مخکې هم ځنډولي دي. تر څنګ یې د اقتصاد وزارت هم یو له سکتوري وزارتونو څخه د هغوی هم د روان اقتصادي حالت نه اندېښنه څرګنده کړه. هغوی وویل چې په مجموع کې د افغانستان حکومت نه یادونه وکړه، سر یې وټاکو چې که چیرې هغه ستونزې چې د زیربنایي پروژو په وړاندې وای سته هغه حل سوی وای، نن به د افغانستان حکومت له دونه ننګونو سره مخامخ نه و. د زیربنایي پروژو په وړاندې عمده ستونزې لکه د ځمکو استملاکو یو سلسله زورواکانو په بعضو برخو کې ستونزې چې حکومت هغه په جدي غبرګون سره نه حل کوي او همداسې پاتې کیږي د پروژو په وړاندې خنډ ده. که څه هم هیله مندۍ سته ده، هیلې سته ده تر یو بریده پورې د افغانستان
په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه سوی و، مګم د ټاکنو دا بهیر له افغانستانه نړیوالو ځواکونو وتلو او د سیاسي لیګ دا قصې دومره تاثیر اچولی ده چې هر څه یې له رکود سره مخامخ کړي دي. که چیرې دغه پروسه په خپل ټاکلي وخت نتیجه ورنه کړي او دغه دواړه مخکښ نوماندان خپل شخصي ګټو نه د ملت د ګټو لپاره تیر نسی، د افغانستان ملت به له یو بل لوی اقتصادي ناورین سره مخامخ سي. بسیار خوب، قرار که شما هم نگران فضای انتخابات هستین که تاثیر منفی روی اقتصاد کشور داشته و هفته هم که گذشت این مسئله به وضاحت نشان میده، حال چقدر ادامه این وضعیت میتونه صدمه هنگفتری را بر وضعیت بزنه، بر فضا بزنه، فضای اقتصادی کشور؟ کچیری دغه وضعیت دوام کوي، له هغه لحظه نشي دغه لړۍ د ټاکنو لړۍ پیل سوي، د نړیوالو مرستو ځنډیدلې دي، هغه کاروبارونه چې و یعنی سوداګریزې چارې تجارت په هیواد کې کم کم ورو سوي او په فعلي شرایطو کې په ټپه ولاړ ده، د افغانستان ګمرکونه عواید صفر ته نږدې سوي دي، مالی سیستم بیخي ګډوډ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه ده چې مصارف ډیر لري، عواید کم لري، نو د نړیوالو مرستو درېدل د خپل عوایدو صفر ته نږدې کېدل او تر څنګ یې سوداګر او تاجرین ډیر ویریږي، ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې په زلونو د خلکو پانګې دلته لوړ سوي دي. اوس وضعیت سره په دې وروستیو کې چې موږ له سوداګرو سره کومې خبرې کړي، لیدلیم دي، لیدنې کتنې هم درلودلې، هغې ویلي وي خپله نړیوال نه غواړي چې دا بحران حل سي. که چېرته نړیوال د دغه بحران د حل په لټه کې دي، نو ولې نه حل کوي؟ دوی وي تر هغو چې دغه د پایلو نتیجه معلومه نه سي، موږ هغه سوداګري نظام یې ډېر یو محدود حالت ته رسولی ده، ښایي په ټپه ودرېږي. تر څنګ یې یو شمېر هیوادونه لکه ترکیه، هند، پاکستان، دغه هیوادونو افغان متشبثینو ته هلته د کاروبار زمینه برابره کړې ده او تشویق کړي دي چې له افغانستان نه خپلې پانګې وباسي، چې دا هغه ستونزې دي. که چیرې دا پروسه اوږدیږي افغانستان به ورسره مخامخ سي. نو هیله ده، د موږ غوښتنه هم ده چې اړوند ادارې او مسؤول کسان چې څوک د دغه پروسې په اوږدولو او لنډولو کې لاس لري، د دغه ملت او د دغه هیواد د اقتصادي نظام ته د لږ نظر وکړي، باور وکړي. سیاسي نظام دوه ضربه نه سي ورکولی یو ملت ته، لکه څونه چې اقتصادي نظام ضربه ورکوي. که چیرته په تیرو دیارلسو کلونو کې افغانستان حکومت اقتصادي برخې ته لومړیتوب ورکړی وی، ښایي نن به دغه بحران نه و. ټول خلک که په کار وی، ټول خلک که سره په ګېډه ماړه وی، فکرونه برابر وی، نن به په بېلابېلو نومونو جنجالونه نه کېدل. هغه وخت کې هم لومړیتوب ورنه کړل سو، خو بیا هم تر یو بریده د قناعت وړ و، د خلکو روزګار چلیده. مګم په اوس د انتخاباتو نه راوروسته قصه بیخي ډیره د اندېښنې وړ سوې ده. فکر وکړه چې د راتلونکي حکومت نه هم خلک دا توقع نه لري چې دا حکومت دی یو ځواب ویونکی حکومت وي، دا حکومت دی یو داسې حکومت وي چې د خلکو او د ملت د خیر ښېګڼې لپاره لاس په کار سي، د دې لپاره چې دواړه نوماندان د ملت په غم کې نه دي او دوی د خپلې ګټې لپاره د ملت ګټې په خطر کې اچولي دي. دقیقا، او همونطور که در لابلای سخنان شما هم یادآوری شدین که صدمات سختی را که دنیای سیاست میزنه ما از دنیای اقتصادی میبینیم که آشکار میشه. خب به هر صورت ما یک گزارشی را در آخر هفته هم داشتیم که گیاه دانه سویا افزایش حاصل نشان میداد و همچنان بهتری کیفیت نشان میداد. حالا بنابر فرهنگ مصرف غذایی که گوشت و نان خشک در سرخط مهمترین خورش های دسترخوان افغانی هست، چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که میتونیم گیاه سویا را به جای گوشت در دسترخوان های افغانی قرار بدیم؟ لشک پرتا دغه نوې بوټه کته هم په 1950 کال کې هم د یو ځلی ازمایښ سوی و، دا بوټه له افغانستان ته راوړل سوی و، خو په هغه وخت کې د دونه رشد نه وکړی. خو په 2006 میلادي کال کې چې دا د نړیوالو راتګ سره دغه نوې بوټه هم افغانستان ته راغی، په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه تحقیقي فارمونو کې د تخم وسیړل سو، یو دولس ډوله دار او تخمه راوړل سوی و چې درې ډوله د افغانستان د شرایطو سره مطابقت لري او ډیره ښه نتیجه ورکړي. چې اوس یې کښت په افغانستان کې پایل ده، د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې نږدې په 1 ولایتونو کې دا نبات کرل کیږي او
په ډیر هغه نړیوال ستاندرد څونه چې هیله کېدل په هماغه اندازه تولید ده او دا په افغانستان یو له هغه هیوادونو نه ده چې کله ناکله په کې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیه رپوټونه ورکول کېږي. د کرنې او مالداري وزارت وایي که دې ته موږ یعنې پراختیا ورکو یا افزایش ورکو نو کولی سو چې موږ د خوارځواکۍ مخه په ماشومانو کې ونیسو او دا په خپل غذایي نظام کې یعنی داخل کړو. په دغه لپاره نن یو جلسه نیولې وه. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د غذایي سازمان د افغانستان استازوی هم پکې برخه درلودله. دوی په پلان کې لري د امریکا د متحده ایالاتونو او د جنوبي کوریا په مالی مرسته که څه هم یو شمیر خصوصي پانګوالو د دې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړې، خو دوی غواړي چې نږدې یعنی پروان، کاپیسا، تخار دغه ولایتونو کې یو اندازه نورې د پروسس فابریکې هم جوړې کړي او په دې هڅه کې دي چې دغه نبات ته پراختیا ورکړي په افغانستان کې او د افغانستان د غذایي نظام په فرهنګ کې د هم داخل کړي. بسیار خوب، شما به همون بود فرهنگیش هم اشاره کردین. حالا از نگاه فرهنگی و اینکه چقدر این فرهنگ میتونه روی صحت افراد در یک جامعه تاثیر داشته باشه چی فکر میکنین؟ چه منافاتی را داره که گوشت نداره سویا؟ تر ډیره بریده سلویخ سلنه داله پروتین ډک هیواد ده. که څوک د غوښې د خوړلو امکانات ولري خو باید چې غوښې وخوري. که څوک د غوښې د خوړلو امکانات نه لري نو دا هم د غوښې لپاره د غوښې په اندازې او بدیل له پروتین نه ډک هغه ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ ټولنه ټول شتمن نه یو، ټول د دې توان نه لرو چې غوښې وخورو. نو که څوک د غوښې د رانیولو توان نه لري نو کولی سي چې د سویانه د غذا په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړي تر څو هغه ماشومان چې په کورنۍ کې دي د غټانو لپاره هم ګټه ورده د صحي له لحاظه. او په هیواد کې به مو د دغه نوي نبات په دود کولو سره یو اندازه د خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه سره مبارزه کړي. ممنون شما آقای اسلم حجاب. البته ما در قسمتی از سخنان شما موافق نیستم چون ما یک گیاهخوار هستم و گیاه را ترجیح میتونم تا گوشت حیوانی و فکر میکنم که گیاه تاثیرات بهتری داره تا گوشت، جلوگیری از پیری، از چربی خون، از فشارهای عصبی. فکر میکنم که سویا لشک پرته زه هم تا سره موافقیم، خاطر رغو بوری چې دای منگا دا غذایی نظام پا فرهنگ داخلیگی شاید وقت ارتیا ولری. دقیقا ای بود برنامه آدینه روز زیربنای امروز. تا برنامه بعد، هفته بعد و آدینه بعد شما را همین ساعت برای نیم ساعت و خداوند می سپاریم. بدرود.